سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده دیدن برنامه خودتون، برنامه خط رفاه باشید. من حسن صالحی هستم، دوست همکارم هم نگار نادری هستش و به اتفاق هم این برنامه رو ما به شما تقدیم میکنیم. داریم به پایان سال نزدیک میشیم، سال 1401، سالی که ما شاهد یک انقلاب بودیم در ایران، انقلابی که هنوز جریان داره و در آستانه سال 1402 این انقلاب شعله‌هاش همچنان فروزانه. پیشا پیش فرارسیدن سال نو رو من به شما تبریک میگم و آرزو میکنم که در سال جدید با نیروی اتحاد خودمون قدم‌های بزرگتری رو به سوی پیروزی برداریم و بتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. در روزهای آخر سال جاری که داره به پایانش نزدیک میشیم، مبارزات مردم در جبهه‌های مختلف نبرد همچنان ادامه داشته، از معلمان گرفته تا بازنشستگان، تا اعتراض به مسمومیت‌های سریالی، تا چهارشنبه سوری که در جریان هست، امروز که ما این برنامه رو میبندیم در جریان هست، و سه روزی که تشکل‌های مردمی اعلام کردن که به استقبال سال نو میرن، که سه روز واقعا پر از تحرک بوده، تحرکات مردمی. و بالاخره مسئله‌ای که دامنگیر جامعه است، مسئله گفتگو مذاکرات سر دستمزد که در سال آینده میزان دستمزد چی باشه، چون که این هم یک مسئله مهمیه که معیار و به اصطلاح به هر حال فلاکت و گرانی که در سطح جامعه است و یک مبارزه جانانه ای هم برای رفاه کل جامعه در جریان که از طریق این از جمله مبارزه برای بهبود دستمزدها میگذره. میخوایم در مورد این مسائل صحبت بکنیم یه مقداری و همچنین در رابطه با مسئله منشوری که از جانب 6 نفر اخیراً منتشر شده و اینکه واکنش تشکلایی که خودشون از امضا کنندگان منشور 20 تشکل بودن در قبال این منشور این 6 نفری که تازگی منتشر شده چی هستش، با شعلا دانشور در این زمینه گفتگو خواهیم داشت. شعلا دانشور، خیلی خوش آمدید. متشکرم خدمت شما. بینندگان گرامی سلام دارم و اجازه بدید من هم پیشا پیش رسیدن سال جدید رو، سال 1402 رو، به همه عزیزان شاد باش بگم. شهرت منشور، آره ببخشید، الان منم میخواستم همینو بپرسم، احساستون چیه؟ داریم یک سال پر از جوشش و پر از خیزش رو پشت سر میگذاریم و وارد سال تازه میشیم. من پیش از هر چیزی که به موضوعات دیگه بپردازم میخوام احساس خودتون رو در این مورد بدونم. ببینید حقیقتا همونطور که گفته سال 1401 سال انقلاب زن، زندگی، آزادی بود و امروز در این ماه آخر سال میبینیم چه قوقاییه و شعار فقر، فساد، گرانی، میریم تا سرنگونی شعار جامعه است، شعار بازنشستگانه، شعار کارگره، شعار همین سه روز اعتراضی به مناسبت چهارشنبه سوری از رو آتش میپرن و این شعار رو سر میدن، در شبانه این شعار رو سر میدن و منشورهایی که داده شده و همه اینها داره نشون میده که سال آتی سال بسیار مهمیه، سالیه که به نظرم میبنده پرونده جهنمی جمهوری اسلامی رو و همونطور که تو منشورها گفته شده میتونه نقطه پایانی باشه بر بیش از 100 سال توحش و بردگی، ستم و استثمار که بر گرده مردم حاکم شده و جامعه عزم خود رو جزم کرده برای پایان دادن به این و به این لحاظ بسیار بسیار شرف انگیزه. شعله دانشور، خب در پایان هر سال معمولا در مورد میزان حداقل دستمزد برای سال آتی جلسه شورای عالی کار تشکیل میشه و تصمیم گیری میشه و اینها. من اخبار رو که دنبال میکردم در اخبار اومده بود که در مورد میزان سبد هزینه های زندگی
دو رقم متفاوت ارائه داده شده تو جلسه و به نتیجه نرسیده. یک رقمی به هر حال گفته شده 12.5 میلیون تومان و یک رقم دیگه 17.5 میلیون تومان هستش، و در این حال تشکلهای واقعی کارگری و نمایندگان واقعی کارگران هم خواسته و مطالبات خودشونو دارن در ارتباط با شرایط فلاکتبار کنونی، میزان گرانی های سرسام‌آور که واقعا کمر شکن بود و اینها. از این مذاکرات ما چه میدونیم و جنب جوشی که در جنبش کارگری هست داره چی رو دنبال میکنه؟ بله، ببینه بحث دستمزد امسال تو دل انقلاب داره مطرح میشه. بحث دستمزد تو شرایط مطرح میشه که حکومت با برنامه بودجهش در واقع حرف خودش رو به جامعه زده. ببینه دلار به 50,000 و 60,000 رسید. اگر شما نگاه کنید در سال 1401 با حذف ارز ترجیحی گفتن دلار 4,200 تومانی آزاد میشه. الان شده 50,000 60,000. قیمت ها نجومی افزایش پیدا کرده. بنابراین این بازی ها اصلا جوابی نیست تو این شرایط. مردم میدونن، همیشه میدونن شورای عالی کار یک مسحک بیش نیست و اینها با همین جست دعوا داریم، یکی طرف کارگر یکی طرف با همین جست هر سال مقابل کارگر ایستادن و آخرم به اجماع میرسن برای یه تعرض دیگر. چطور که از قبل 20% افزایش رو برای کارکنان بخش دولتی اصلا توی طرح بودجهشون آوردن. پارسال هم اگه خاطرتون باشه تو طرح بودجه آوردن، چه اعتراضات گسترده‌ای از سوی بازنشستگان و کارکنان دولتی راه افتاد. امسال ما تو همین هفته تجمع کارکنان دولتی از جمله کارگران کلاهزرتا و یعنی کارگران برق و بخش از کارگران نفت که شامل قانون کار میشه، اینا شاهد اینا بودیم. یعنی تعرض رو از قبل شروع کرده، به طور حتی برخلاف آیین‌نامه خودش این بخش از کارگران رو از قانون همون شورای عالی کار مصوبه شورای عالی کار کنار گذاشته و این دعواها و اینا رو میگن که به نتیجه نرسیدن برای اینکه میخوان وقت بخرن. به خاطر چرا؟ چون میذارن برای سال آتی و سال آتی درست تو ایام تعطیلی با این امید که خب کارگرا جمع نیستن میتونن رقم خودشون اعلام کنن و شرایطی که کارگرا سر کار نیستن و تعطیلی و اینهاست میتونن یه درجه کنترل کنن اوضاع احوالا. این یکی از شگردهای چند ساله شورای عالی کاره که تصمیم گیری رو به سال آتی مکون میکنه. یعنی شما این احتمال رو میدید که امسال به ویژه، یعنی به هر حال هر زمانی که اینها میزان حداقل دستمزد رو مطرح بکنن با یک واکنش اعتصابی یا اعتراضی شدیدی از جامعه کارگری روبرو بشه؟ به نظر من اینطوره، از قبل شروع شده و فقط دیگه مسئله فقط محور دستمزد نیست، محور معیشته، علیه فقره، علیه گرانیه، برای خواست درمان رایگان، تحصیل رایگان، داشتن حق مسکن، اصلا برای پایان دادن به این بردگی و این بساط جهنمی جمهوری اسلامی میگه میریم تا سرنگونی. بنابراین از قبل شده. یک موضوع این انقلاب همینه، یک موضوع این انقلاب زندگی و معیشته و ما هر روز میبینیم به ویژه کار کرده بحث دستمزد اینه که خب تحرک رو بیشتر میکنه، اعتراضات گسترده تر میکنه و کارگر با فریاد اینکه بابا شما که میگید خط فقر 30 میلیون، شما که میگید 20 میلیون، دستمزد من چی شد؟ و کارگر با این شکل میاد خیابان رو سرش میذاره و این یک نیروی قدرتمندی هست که به اعتراضات گسترده‌ای که تو تمام محلات و تو شهرها و تو شبانه و روزانه و دانشگاه و همه جا هست قدرت میبخشه. این بستر اعتصابات و اعتراضات سراسریه. به این اطور میخوام بگم این جنگ از به ویژه با شروع انقلاب ما وارد این جنگ شدیم و مسئله دستمزد خب به این جنگ شدت میده، محتوا میده، فرصتی که کارگر بیاد بگه چه نوع زندگی میخوام، چه خواستایی میخوام و کیفر خواستش و علیه فقر و بردگی اعلام کنه.
بله دانش، یک مروری هم داشته باشیم که الان حداقل دستمزد چقدر و الان گفتمانی که هست سر اینکه واقعا حداقل دستمزد چقدر باید باشه در جنبش کارگری، اشاره هم کنکرتر به این داشته باشیم. به سال گذشته گفتم با همه مخلفاتش دستمزد میشه 5 میلیون با همه مخلفاتش، ولی خب حالا تو این وقتی که مسئله تعیین دستمزد میشه سعی میکنم بکشم بالا، میگن 6 میلیون خوردی، باشه 6 میلیون خوردی، ولی حتی به گفته خود همین شورای عالی کار که میگه 17 میلیون نمیدونم میگه 12 میلیون همون 12 میلیون هم در نظر بگیریم، باز این دستمزد نیمی از اونه، این حقوق نیمی از اونه. به علاوه این که تو بحثا گفته میشه که حتی اگر 100% دستمزد افزایش پیدا کنه باز چند برابر زیر خط فقره. با توجه به همه اینا معلومه که این درصدها چیزی جز بازی نیست و جامعه این قبول نداره، کارگر این قبول نداره و از کارگر اصلا شورای عالی کار و اینکه از بالای سرش دستمزد تعیین بشه قبول نداره. سالهاست جنبش برای اینکه ما شما رو قبول نداریم و از بالای سر ما نمیخوایم تصمیم بگیرید، ما برده نیستیم، این جنبش سالهاست که ما شاهدش هستیم، کارگران خودشون با رقم میان جلو و الان هم میبینید که خب تو همین چالشی که کارگران حکومت رو میکنن میگن که حتی اقل با 30 میلیون باشه یا حتی تشکلهای قبلا بیانیه دادن 25 میلیون. کارگر وقتی این رقمو میگه به این معنا نیست که این 25 میلیون یا این 30 میلیون جواب معیشتونه، بلکه این رقمو بده برای اینکه بگه نه به شورای عالی کار، نه به تصمیم گیری از بالای سر ما و نه به فقر و بردگی نمیپذیریم. و در کنار همین کارگران به برچیده شدن حقوقای نجومی تاکید دارن، این هم از خواستهای چند ساله شونه و امسال که بحث مسئله جمع کردن خود لایحه ریاضتی بودجه هستش، خود این موضوع اعتراض سال گذشته موضوع اعتراض بودش، گفتمان های کارگران اینه. بنابراین با کل این ساختار کارگران درگیرن، با کل فقر و بردگی و اختلاس و دزدی و حقوقای نجومی کارگران درگیرن. شما ببینید پولی که تو بودجه اختصاص داده شده، افزایش نجومی بودجه نیروهای سرکوب، نیروهای خرافه، مذهب، همه اینها و اون وقت 20% به کارکنان دولت. معلومه که تو اونم تو دل انقلاب جامعه که علیه کل این وضعیت به پا خواسته، معلومه که جامعه مقابل این میسته و این شدت میده به اعتراضات. شب دانش و سال اینه، الان شما هم اشاره کردید ما در یک شرایط ویژه هستیم در متن انقلاب. بران موضوع دستمزد یک موضوعی که میتونه خیلی رو درگیر بکنه، بخشای مختلف جنبشکاری جامعه کارگری رو درگیر بکنه و یک موضوعی بشه برای اعتصاب سراسری به یک معنا. مثلا اگر ما به طور قطع حکومت حتی اون میزان 12 میلیون هم نخواهد داد که خودشون صحبت خواهند کرد، یعنی دو برابر میزان حداقل دستمزد کنونی، و جمهوری اسلامی باز دوباره مبلغ بخور و نمیر اضافه میکنه به ناچیزی رو در واقع اضافه میکنه، چرا همین موضوع مسئله افزایش دستمزدها و حداقل دستمزدها نمیتونه منجر به این بشه که کارگرها شاغل در مراکز مختلف تولیدی شاید دست به یک اعتصاب سراسری بزنن؟ به نظر من میشه و این همین الان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بیانیه داده و خود اتفاقا یک نکتهش همینه، میگه پاسخ ما به این وضعیت اتحاد سراسری ماست، اتحاد همه ما کارگران نفت و همه کارگران شاغل در تمام مراکز و نه فقط کارگران بلکه همه جامعه که فرق نمیخوایم، ما گرانی نمیخوایم، ما علیه این وضعیت بپاخواست. این فراخوانشه. همین الان اعتراضات گسترده‌ای که ما می‌بینیم، دوشنبه های اعتراض بازنشستگان مخابرات، یک شنبه های اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی، از اون طرف شما همین نگاه کنید هفته جاری رو در نظر بگیرید، کارگران فصلی در نیشکر هفته، بازنشستگان فولاد اهواز، قبل از اون کارگران در ماشین سازی ها. همه اینا یک محور داره،
محور اینه که فقر و گرانی رو نمیخوایم و همه اینها علیه بعض بد معیشتی در اعتراضن. این اعتراض علیه بعض بد معیشتی هم یک اعتراض سراسری کارگری، هم یک اعتراض کل جامعه 99%ی های جامعه است. به این اعتبار به نظر من این مسئله کاملا میتونه پلتفرم یک اعتصاب سراسری، تجمعات سراسری باشه. الان معلمان اعلام کردن در آخرین بیانیه تجمعی که داشتن در اعتراض به مسمومیت سریالی دانش آموزا، گفتن با سال جدید ما تجمعات و اعتراضات خودمون رو برای پیگیری خاص اون دنبال خواهیم کرد و یه خاصشون مسئله افزایش حقوق است. و این به همین دلیل خود این میتونه منبعی باشه برای بیانیه‌های مشترک برای اعتصاب، برای بیانیه‌های مشترک برای تجمعات، و نه فقط افزایش حقوقا، بلکه در کنار اون رفاهیات، در کنار اون درمان رایگان، تحصیل رایگان، داشتن حق مسکن و برچیده شدن حقوقای نجومی، بهبود شرایط کار، همه اینا میتونه پلتفرمی باشه برای پلتفرم جامعه در مقابل بودجه ریاضتی حکومت و بر محوریت خاص افزایش حقوقا به عنوان یک ضربه کاری به مغز این حکومت. بذارید حالا شیفت کنیم به یک موضوع دیگه. در هفته ای که گذشت 6 نفر از مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی که قبلا در دانشگاهی در آمریکا گردهمایی داشتن و اخیرا برای چند پیش یک منشوری رو به اسم منشور اگر اشتباه نکنم همبستگی و سازماندهی رو منتشر کردن. این به دنبال اون منشوری بود که 20 تشکل منتشر کرد و همینطور منشور دیگه که از جانب زنان منتشر شد در 8 مارس. این منشور میخواستم این سوال مطرح بکنم، حالا در مورد برنامه ما اسمش خط رفاه، من دوست داشتم یه مقدار در مورد این جنبه که در منشور این 6 نفر مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی اومده اشاره بکنیم، ولی کلا واکنش هایی را از جانب اون تشکل هایی که قبلا بیس اون منشور دیگه رو منتشر کرده بودند که 12 ماده مهم داشت برانگیخته. این واکنش ها چی بوده؟ انتقادهایی که به این منشور وارد شده. حالا من به قسمت رفاه منشور یاد شده برمیگردم، خودم این صحبتی بعدن دارم که بهش میپردازیم، ولی این واکنش ها رو خواستم مرور با هم دیگه داشته باشیم. بله، ببینید یکی از این واکنش ها که به نظر من خیلی قابل توجهه، واکنشی که از طرف شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت شد و اینها و بیانیه که در مقابل این منشور داده شد از طرف اینها، به گفتمان گروه های مختلف در جاهای دیگه تو مدیای اجتماعی پخش شده و با این گفته ما که منشور ما همان منشور 20 تشکله و بعد در این بحث از این صحبت میکنه که چگونه این منشور 6 نفر، منشور علیه انقلاب زن زندگی آزادی، منشور در مقابل کارگران، منشور در مقابل کل جامعه، منشوریه که حتی اولیه ترین و پایه ترین حقوق رو برای کارگر و جامعه به رسمیت نشناخته، در اون حرفی از آزادی بدون قید شرط سیاسی نیست و در اون حرفی از رفاهیات نیست، در اون حرفی از خواستایی که در منشور 20 تشکل هست نیست، و در این حال در مقابل فشار این منشور، در مقابل فشار جامعه، اون وقت کارگران جامعه رو به کنوانسیون‌های جهانی حواله میده، کنوانسیون‌هایی که هیچ ضمانت اجرایی نداره تا وقتی که به قوانین کشور اون موارد، اون خواستا همچنان که در منشور 20 تشکل اعلام شده تبدیل نشه. و همین دلیل ولی در همین پاسخ صحبت این دوستان اینه که اما در کنار این میبینیم که این منشور 6 نفر بدون لکنت و خیلی سریع از ادغام نیروهای سرکوب در ارتش صحبت میکنند و اونم برای حفظ تمامیت ارضی، برای حفظ خاک، و
خب ادغام این نیروها در ارتش در این حال یک ضمانتی میده برای سرمایه گذاران مفخران داخلی و خارجی که خیالشون راحت بشه نیروی سرکوب سر جاشه، خبری هم از آزادی های بدون قید شرط نیست و بنابراین نگران نباشید. یه منشوری در واقع گفتمان دیپلماتیک با نیروهای سرمایداری جهانی با سرمایداری داخلی، منشوری که هیچ صحبتی حتی از سرنگونی نیست، گزاره. خب اینا همه نکاتی که توی این عکس‌العمل ما شاهدش هستیم، یا از طرف جوانان محلات مثلا پیرانشهر ما شاهد این هستیم که اونا از حامیان هم منشور بیست تشکل بودن و خود دانشجویان پیشرو هم دانشجویان پیشرو این رو دادن و خود این بحث منشور بیست تشکل رو بیشتر باز کرده و اینکه منشور ما همون منشور بیست تشکله. جالبه که این شش نفر صحبت از اتحاد میکنن اما نهایت تفرقه است. یک منشور 20 نهاد داده شده که بخشای کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان همه رو در بر میگیره که گفتمانای کف خیابون بوده، همه اونا رو میذاره کنار، منشور میده که میبینیم یک نقطه اصلش مسئله ادغام نیروهای سرکوب هست. به طور مثال ببینید به هر حال اونا ادعا دارن، ببخشید من صحبتتون قطع میکنم، اونا ادعا دارن که خب این منشور الهام گرفته شده از همه فعالین جنبش‌های اجتماعی در ایران و حتی منشورهای پیش از اینه، یعنی ولی به نظر میرسه که همچی چیزی نیست و با روح حداقل منشور بیست تشکل خیلی تفاوت بنیادی و اساسی داره. فرصت زیادی باقی نمونده، من مایل بودم چون برنامه ما هم بس خط رفاست، حالا به بخش رفاهیات و سرمایه‌گذاری رفاهیات بپردازم، اونجا یه بخشی داره در منشور این شش نفر که از رفاهیات صحبت میکنه. وقتی اون بخش میخونیم تقریبا دو تا بند خلاصه است و اشاره به کنوانسیونی که باز دوباره آدم احساس میکنه مردم دنبال نخودسی ها میفرستن، ولی برای در رفاهیات وقتی ما میخونیم بیشتر بحث سرمایه گذاری و جلب سرمایه گذاری خارجی و نه صحبتی از فرض کن دستمزدهای منصفانه، افزایش دستمزدها، نه از طب رایگان، بهداشت رایگان، آموزش پرورش رایگان، نه از مسکن مناسب، نه از این خبری نیست، یعنی سیستم بیمه های اجتماعی، بیمه بیکاری، هیچ نشانه ای نیست. و رفاه در واقع معادل سرمایه گذاری، جلب سرمایه گذاری های خارجی قلمداد شده. این چیزی بود که من استنباط کردم سیاه رو سفید رو تو این منشور نوشته شده، میخواستم نظرتون در این مورد بدونم. ببینید دقیقا اینجوره، این منشور برای حفظ بوروکراسی و شکوفایی اقتصاد، منشوری رو به سرمایه‌داران و دادن اطمینان به سرمایه‌داران، سرمایه‌داران داخلی و سرمایه‌داران خارجی، منشور این. و اون وقت در کناری مثل هر دولت سرمایه‌داری دیگه ارتشش رو، نیروی سرکوبش رو داره حدادی میکنه تحت عنوان حفظ خاک، که خود اون یعنی این که سرکوب کردستان، یعنی یاد بنی صدر میفته که چکمهاش میگفت چکمه ها رو در نیارید تا وقتی که، یعنی اگه مردم کردستان، مردم تحت ستم ملی خواستایی دارن اعتراضی بکنن، ارتش میتونه اونا رو بذاره در مقابلشون بیسته. اما این همه مسئله نیست، مردم میدونن، تجربه کردن که حدادی کردن نیروی سرکوب، ادغام اونا تو ارتش یعنی چی؟ یعنی خبری از آزادی نیست، یعنی اگر یک کلام علیه اینا حرف بزنی، اعتراض بکنی، نیروی سرکوب در مقابلت. مردم اینا رو تجربه کردن و همین دلیل معلومه که این منشور کار کردش اینه که سرسامانی بده به سرمایه‌داری در ایران و منشوری در مقابل انقلابی که شعار زن زندگی آزادیه، منشور در مقابلی که مردم همه زندگی رو میخوان، همه آزادی رو میخوان، همه برابری رو میخوان، و منشور بیست تشکل داره میگه مردم چی میخوان. تازه اون خواستای بنیادیه ولی حد اقلیه، تازه اونجا خود امضا کنندگان دارن اون رو مطرح میکنن.
نه تو این منشور خبری از ممنوعیت کار کودکان هست، نه تو این منشور خبری از افزایش حقوق هست، نه همونطور که شما گفته از رفاهیات، از بیمه درمان، بهداشت، هیچ کدوم از اینا خبری از اینها نیستش. و فقط همونطور که گفتید جامعه رو دنبال نخستی ها میفرسته، اما در مقابل بدون هیچ لکنت و خیلی با شفافیت داره از این صحبت میکنه که اوضاع تحت کنترل سرمایه‌داران جهان، سرمایه‌داران ایران، خیالتون راحت بشه ما هستیم. این پیام این منشور به قول این دوستان جامعه از این عبور میکنه، عبور کرده. گفتمان منشور 20 تشکل میگه ما میخوایم به این بردگی 100 ساله پایان بدیم، ما میخوایم نقطه پایانی باشیم برای تصمیم گیری از بالا، ما میخوایم شوراهامون رو تشکیل بدیم، ما میخوایم استثمار نباشه. خب ببینید فاصله کجاست. و اون منشور 20 تشکل منشوری نیست فقط توی کاغذ که قبلا هم صحبت کردیم، منشوری که پشتوانه مادی داره، اجتماعی داره، شعار کف خیابون نیروهای قدرتمند و اعتراضی پشت سرش هست، جنبش‌های بزرگی پشت سرش هست. و همین جنبش ها همین الان در میدانن و الان در آخر سال 1401 با اولتیماتوم های اونها روبرو هستیم، رو به حکومت برای ادامه اعتراضاتشون. شهلا دانشور بسیار ممنونم که در این گفتگو شرکت کردیم و براتون آرزوی سال خوبی دارم. متشکرم همچنین. بله دوستان عزیز، گفتگوی ما رو با شهلا دانشور در برنامه خط رفاه میشنیدید. ما یک بار که فراموش کردیم در ابتدای برنامه بگیم که راه های تماس با ما چی هست، الان صفحه تلویزیون های خودتون میبینید شماره تلفنی که میتونید تماس بگیرید، ترجیحاً از طریق واتساپ. دوستانی که میخوان صحبت بکنن با من، خواهشم اینه قبل از اینکه میگن میخواین به ما زنگ بزنید تو فلان اینا، ولی خواهشم اینه قبلش یک پیام صوتی بذارن، معلوم بشه در مورد چی ما میخوایم صحبت بکنیم، از پیش مناسبتر خواهد بود. چون که میدونید که بعضا مزاحمت هایی هم خود رژیم ایجاد میکنه برای ما در جریان این تماس های تلفنی ما. ترجیحاً شخصا مایلم بدونم که سر چه موضوع میخوایم صحبت بکنیم، یک پیام صوتی پیش از اون یا تکسی رو برای ما ارسال بکنید. به هر حال به پایان برنامه این هفته نزدیک شدیم، براتون سال خوبی رو و در آستانه سال جدید نوروز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. نوروزتون خجسته باد و با امید پیروزی بر جمهوری اسلامی شاد و موفق باشید.